سلام. آقای آسایش، صدای منو دارین؟ سلام بله، سلام، بنده صدای شما بفرمایید. خوب هستین؟ تمام، خسته نباشین. بخیر، متشکرم. عصر جمعتون باشین. بخیر. شما با کلاس این میکروفون دارین، من ندارم. عصر جمعه شما بخیر. صدامو دارین؟ صداتون قطع و وصل میشه و فکر میکنم به خاطر اینترنت، چون من دو مرتبه قطع شدم کلن. آره، اینترنت تو مشکل داره. منم صدا تو خیلی بد میشنوم. حالا اگر بچه هایی که هستن بگن که صدای کدوم وصل میشه، شاید بهتر باشه. حالا اگه کامنت ها رو نبسته باشی، خب بچه صدای کدوممون خوبه؟ دوستان صدای ما واضحه براتون؟ یه مقدار قطع و وصل میشه، ولی دارم صداتون. خب صدای هر دو طرف میگن قطع و وصل میشه. اینترنت من که الان وصله و وای فای و پره و خوبه. بچه ها میگن صدامون خب واضحه. اوکی، واضح شد، گویا واضح شد. آقای آسایش عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین بسیار ممنون. امیدوارم که این جلسه برای همه دوستان مفید باشه و براشون کارایی داشته باشه. میخواین یه سلامی کنید اول به دوستان عزیز؟ ای جانم، خب درود بر همه، عصر همگی به خیر. امیدوارم که روزگار به کامتون باشه و سپاس از تک تک شما که عصر جمعتون رو با ما سهیم شدین و این فرصت رو دادین که در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که لایو امروز مطالبی که گفته باشه کاربرد داشته باشه و بتونین ازش بهره ببرین و همینطور بتونین این سورپرایزی که انقدر براتون مفید و هیجان انگیز باشه که گناه با تمام انرژی بهتون گفت. بله حتما همینطور هست. آقای استش عزیز، برای اینکه وقتمونم خیلی از بین نره و جهت این دغدغه‌ای که همه مردم دنیا تقریبا الان دچارش هستن و هم در اینجا به جا میشین شما. به به، من احساس که اونجا نورم خیلی هم کمه، عالی. من بیام اینجا یه چیزی رو آره زیرم بذارم. آره خیلی بهتره. آره اونو آره. درست کنین که بعد تو اوکیه. حیات به به، خیلی هم عالی، خوش به حالتون. خب آقای آسش عزیز، مردم جهان ایران تقریبا میشه گفت، نه فقط ایران، الان درگیر و دغدغه کرونا رو دارن و تمام دوستانمون دور و نزدیک متاسفانه یه جوری گرفتار شدن توی این داستان و بسیار ناراحت کننده است. من ازتون خواهش میکنم قبل از هر حرفی راهنمایی ویژه و خاصی که یوگا میتونه به این دوستان داشته باشه از جهت سلامت روح و روان و ذهنشون، تا اون ترسی که بیش از آسیب جسمی داره دوستان رو در واقع اذیت میکنه داشته باشه. همه اینا رو یه توضیحی برامون بدین که دوستان بتونن استفاده کنن. ممنون. آره حتما، چرا که نه. ببینید، یکم شاید
بهتره که ببینیم که جریان کرونا اصلا چیه، یکم از لحاظ علمی شاید اینا اگه بریم و بدونیم تا درد چیه تا بتونیم در مورد درمانش هم مقداری صحبت کرد. البته من پزشک نیستم و بیشتر میخوام از دیدگاه یوگا این مسئله رو ببینم و صحبت کنم. ببینید، چیزی که همه پزشکان میگن و این مجله ها میگن و توی اخبار گفته میشه، ویروسیه که توی حلق میشینه و بعد از اینکه اونجا حدود 48 ساعت باقی موند تکثیر میشه و بر اثر تکثیری که ایجاد میکنه کل ریه ها، شش ها و دستگاه تنفسی رو دربر میگیره. جایی که این بیشتر میاد و میشینه جاهایی که تاریک و نمناکه که بیشتر میاد پشت حلق قرار میگیره. خب یه چیزیه که خیلی عامه است و کل دنیا رو دربر گرفته. اگر ما بخوایم اینو در نظر بگیریم باید از دو تا دیدگاه نگاش کنیم. اول اینکه آیا من میتونم این عامل بیرونی از بین برم؟ اگر من توانایی رو داشته باشم که این عامل بیرونی رو کنترلش رو من دست بگیرم و من بتونم اون از خودم دور کنم که فوق‌العاده عالی میشه این کار، اگر بتونم بکنم که کل سیستم پزشکی و آزمایشگاهی دنیا دلاشن که واکسنی درست کنن که بتونیم این عامل بیرونی رو تحت کنترل بگیریم. ولی تا زمانی که این واکسن نیومده و این توانمندی ما نسبت به این عامل بیرونی نیومده چی کار میشه کرد؟ اگر اینو ما در نظر بگیریم شاید خیلی بهتر بشه در موردش صحبت کرد. خب این عامل بیرونی رو فعلا امکان کنترل داشتن رو روشا ندیم و اون روی ما مسلطه، اون داره ما رو کنترل میکنه، اونه که ما رو گذاشته توی محیط‌های بسته و اتفاقی که تو دنیا افتاده. خب در این صورت به نظر من باید بیایم رجوع کنیم به این دنیای درونم که ببینم حالا این دنیای درون رو من میتونم چیکار کنم. در مورد دنیای درونم باز از دو تا دیدگاه میخوام در مورد صحبت کنم. پس یه جنبندی کنم تا اینجا صحبتم رو. یه عامل بیرونی اومده و من تحت تأثیر خودش قرار داده، یا باید عامل بیرونی رو کنترل کنم یا عامل درونی رو. عامل بیرونی دست من نیست فعلا و من باید رو عامل درونی کار کنم و وارد دنیای درون میشم. چیزی که توی کتاب‌های قدیمی یوگا اسم بردن دنیای کبیر، دنیای بیرون و دنیای صغیر. حالا من این دنیایی که درونم رو میخوام تغییرش بدم. از دو تا زاویه میشه این دنیا رو عوض کرد. حالا این مهمان میخواد بیاد، آیا من آمادگیشو دارم که در صورت ورود این خودم رو حفظ کنم؟ باید از یه باور بیایم سطح انرژی روانی و روحی خودم رو بالا ببرم. از بعد جسمی و از بعد روانی بخوایم صحبت کنیم، یا اصلاش از بعد روانی باید خودمون رو قوی نگه داریم. یعنی باید سطح انرژیمون رو فوق‌العاده ببریم بالا که نسبت بهش ترس نداشته باشیم. ترس نداشتن این نیست که دیوانه وار به سمتش بریم، نه. ترس نداشتن یعنی این که من با شهامت با اون موضوع روبرو بشم، نه این که ازش فرار کنم. قرار من نترسم تا فرار نکنم و وایستم و بپذیرم این شرایطی که امروز هست. کرونا مثل بقیه موجودات که روی کره زمین توی هستی موجوده و داره زندگیشون میکنه، من میتونم به عنوان یک عامل مبارز باهاش بجنگم و کل ذهنم به عنوان دشمن اینو نگاه کنه و مدام نفرت، حسرت، افسردگی و و و موارد منفی رو به وجود بیاره، یا میتونم به عنوان یک دوست ببینم، یک موجودی که اون هم به مثل من زندگیشو میکنه، مثل بقیه مواردی که این دنیا هست، مثل همه موجوداتی که تو این هستی دارن زندگی میکنن. این هم یه موجودی که داره زندگیشو میکنه و اگر امروز باعث آسیب من شده
من یه عواملیت در اون انجام دادم. بخوایم از سوی نگاه کنیم، من فکر میکنم که اینها واکنش هایی که هستی نسبت به رفتار من داره از خودش نشون میده. در حقیقت اتفاقای امروز نه غضب خداونده نه یک چیز نامعمون، همه اینها حاصل رفتارهای خودمه که من کارهایی تو این دنیا کردم، اعمالی رو تو این دنیا به وجود آوردم که هستی در مقابل من داره یک واکنش نشون میده. تو یوگا بهش میگن کارما. خب این کارماهای خود منه که امروز گریبانگیر خود منه. انقدر آسیب زدین هستی از جوانب مختلف که حالا هستی دیگه به سطوح اومده و داره واکنش نشون میده. پس یک بودش اینه که بیامون عشق، صلح، دوستی و اینها رو وارد هستی کنم. بیام همه کارماهای نادرستی که تا امروز به وجود آوردم، آگاهانه یا ناآگاهانه فرقی نمی کنه، که من از روی آگاهی کار اشتباه کنم یا از روی ناآگاهی کنم. قول اساتید میگن کودک بازیگوشانه و شوخی به سوی پرندگان سنگ پرتاب می کنن و پرندگان جدی جدی می میرن. ما هم اینجوری ممکنه از روی ناآگاهی، شیطنت، جهل یا فرایندهای ذهنیمون در اعمالی بزنیم که یک خشم تولید کرده باشیم، یک آسیب به هستی درست کرده باشیم. هستی امروز اینقدر این بحث شیرینیه که آقای آسایش و خیلی خیلی گسترده است. درست. صدای منو دارین؟ بله. اگر بخوایم بررسی کنیم که میشه گلنات گوش میکنم عزیزم. ببینید آقای استاد، بحث خیلی شیرینیه و خیلی خیلی جامعه و من واقعا دوست دارم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم، اما باز برمیگردم حول محور کرونا که دوستان سوال دارن که افسرده شدن توی خونه و چقدر یوگا میتونه کمکشون کنه، چقدر یوگا تأثیر داره توی این افسردگی که دوستان حالا یا از ترس یا دچار بیماری شدن دچارش شدن، میشه راهنمایی کنید اینا؟ آره حتما، حتی اگر باشین فکر کردیم که حتی در مورد قسمت بود جسمیش هم صحبت کنیم و اگه بشه کاری کرد اون قسمت هم بکنیم. ببینید کاری که داشتیم اول درد و در مورد صحبت میکردیم که اول بدونیم اصلا این چی هست، این درده چیه که در مورد درمانش بشه صحبت کرد، تا درد و نشناسی که از درمان نمیشه به اون صورت صحبت کرد. پس اگر درد من تنهایی، خشم، رنج و حالا که متمایل شده افسردگی ها، اگر شما بیاین با دقت نگاه کنین یه بررسی کنین، آمار طلاق توی یک ساله گذشته که کرونا بوده بسیار افزایش پیدا کرد، چون مردم حال و حوصله همدیگه ندارن دیگه، سطح تحمل به شدت پایین اومده، چون عشق نیست. من از این زاویه نگاه میکنم، چون مهربانیه نیست، چون دوستیه نیست. اگر ما بتونیم از تکنیک هایی که یوگا هم در این مورد صحبت داره که عرض خواهم کرد خدمتتون، بتونیم از دو زاویه نگاه کنیم، یکی اینکه سطح انرژی روانیمونو بالا ببریم، سطح روانیمون رو اگر بتونیم، سطح انرژی روانیمون رو بالا ببریم. چطور میشه این کارو کرد؟ ببینین کاری که یوگا میکنه، اول یه پیوندی میده بین من و خیشتنم، چون ما مسئله اینجاست که از اون خود واقعیمون دور شدیم، از اون هویت اصلی زندگیمون دور شدیم و تمام لذت‌های من، هویت من و جایگاه من تو این دنیا معطوف شده به عوامل بیرونی، مثل شهرت، مثل شغل، جایگاه‌های اجتماعی. تمام هویت‌های من و اون من خیشتن واقعی من همه شده در به دست آوردن این جایگاه بیرونی.
و حالا کرونا کاری کرد که من تمام جایگاه، تمامم نشه بگیم، اکثر هویت‌ها و جایگاه‌های بیرونیمو از دست دادم. دیگه تردد کم شد. اون شیطنت‌ها، اون خنده‌ها، اون معاشرت‌ها که با زبان و صحبت میتونستم یه هویتی پیدا کنم و از دست دادم. اون شغلی که میرفتم تو محیط کاری و اونو به دست میآوردم از دست دادم. اون علاوه مالی کار میکردم و علاوه مالی روش میکردم و به دیگران نشون میدادم. اون جلوه نمایی هایی که به دیگران میکردم و با اون جلوه نمایی ها یک ارزشی به دست میآوردم با زندگی میکردم از دست دادم. یعنی همه این فضاها از من گرفته شد و من محدود شدم به خودم. حالا اینجاست که من با خود واقعی دارم روبرو میشم و به نظر من خیلی خیلی بسیار اتفاق خوشایندیه که من یک جایی از زندگی بل اجبار مجبورم با خودم روبرو بشم، بدون اینکه کسی باشه، بدون اینکه فضایی باشه که من انرژیم و این توجه ذهنیمو معطوف کنم به چیزهای بیرونی و از خودم غافل بشم. منم و یه خونه و یه چهار دیواری و یه سری آدم تکراری که تو این خونه هن و من اینجا مجبورم با اون خود واقعیم روبرو بشم. و حالا خود واقعی من چون سالها بهش توجه نشده شروع میکنه واکنش نشون دادن، میاد بالا، افسردگی میاد، خشم میاد، کدورت میاد. پس حالا یوگا اینجا چی میتونه به من نشون بده؟ چی میتونه من یاد بده؟ درس هایی داره مثل یاما و نیاما که یاد میده که چجوری صلح رو بیارم. تکنیک هایی داره مثل توجه و تمرکز که یک فرصتیه که تو این سکون و خلوت بشینم و مدیتیشن کنم، آمادشم که شروع کنم ذهن پرخاشگر و شتاب زده خودم رو ببینم که چقدر هیجان داره، چقدر داره این ور اون ور میپره، چقدر همش معطوف به دنیای بیرون و وقتی نیست چقدر افسرده میشه، ناراحت میشه. تمرین کنم با آسانا کردن، فرصت بدم به بدنم، با کشش هایی که به بدن بدم اجازه بدم تنش های روانتنی که تو این سالها توی جسم من بلوکه شده خارج بشه. با اون شاواسانا های عمیقی که آخر کلاس داده میشه یکم ریلکس کنم بدنو، یکم ذهن آرام کنم، یکم لحظاتی با خود واقعیم آنگونه که هست روبرو بشم و شروع کنم با مهربانی باش برخورد کردن، ارتباط صمیمانه با خودم برقرار کردن و وقتی به یک آشتی با خودم برسم، به یک صلحی با خودم برسم، آرام آرام روابط من با دنیای بیرون هم تحسین میشه. کاری که یوگا میتونه اینجا بکنه، حداقل و ساده ترینش، اگر علم مدیتیشن رو ندادی، اگر علم پرانایام رو ندادی، اگر علم یاما و نیاما رو ندادی، آسانا خیلی خیلی دم دسته، خیلی ساده است که میشه از آساناها شروع کرد. تمرین های کششی که علاوه بر بود جسمی فوق العاده رو جسم، روی بود روانی و پرانی که ما کار میکنه، شواسانه ها که بسیار بسیار میتونه ما رو ریلکس کنه و بتونه به اون آرامشه برسونه و این شروع میشه. در حقیقت آسانا شروع یوگاست، وارد یه فضایی میشه که فرصت میکنی برای خیشتن خودت وقت بیشتری بذاری. این از بعد روانی و روحی بود که صحبت کردم. حالا اینو جمع‌بندی کنم، از بعد جسمی هم صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم. انقدر شما شیرین و جامع صحبت میکنید آقای آسایش که من فکر میکنم که واقعا صحبتهای شما رو باید توی جوامع مختلف دنیا اجباری بذارن گوش کنن آدم ها. یعنی شاید نگاه اول مثلا کسی نیاد، مثلا ارتباط خیلی صمیمی برقرار نکنه، اما وقتی که میشنوه اون صدای شما رو و اون در واقع تجربیاتی که انقدر کامل و جامع است، قطعا لذت میبره و ازش استفاده میکنه. امیدوارم برکتش تو زندگیتون باشه آقای آسایش عزیز. متشکرم، لطف دارین شما. قسمت جسمم برامون توضیح میدید لطفا؟ اگه تا اینجا سوالی هست یا بچه سوالی کردن جواب بدم.
ببینید سوالا بخوایم صحبت کنیم. جانم آقای استایش، یه بار دیگه بفرمایید. صدامو داری من توضیح بدم؟ بله بله بفرمایید. خب اگر لحاظ جسمی بخوایم صحبت کنیم، اول صحبت هم عرض کم خدمتون که این ویروس میاد توی سیستم تنفسی من وارد میشه، چه لحاظ دهان چه لحاظ بینی، وارد دستگاه تنفسی من میشه، ریه ها و شوخهای ما رو درگیر میکنه. خب حالا ما اگر بیایم اینو بررسی کنیم ببینیم این کجاست، پزشکی میگه که این ویروس تو یک نقطه تاریک و نمناک میشینه و شروع میکنه به تکثیر و تا 48 ساعت تکثیرش چون زیاد نیست خیلی راحت میشه اینو جلوش بیستی و اونو از بدنت، از این سیستم تنفسی خارج کنی. ولی اگر از این 48 ساعت بگذره و شروع به تکثیر کنه، انقدر تصاعدی میشه که جلوداری ازش بسیار بسیار سخت میشه و شاید نشه جلوشو گرفت. حالا برای این سیستم، برای این فضا یوگا چه تکنیکی داره؟ دوستان تکنیک هایی که عرض میکنم این نیست که یوگا الان اومده باشه و به ویروس کرونا گفته باشه، نه. این سیستم هایی که امروز در موردش میخوایم صحبت کنیم با یه قدمت بیش از 5000 ساله که توی یوگا، توی کتاب هایی مثل یوگا شیشیستا یا مثل یوگا پرادپیکا ازش صحبت شده، این تکنیک ها آموزش داده شده به نام شات کارما، تمرینات کریا. این تمرینات چیه؟ کریا تمرینات نظافتیه، شات کارما یعنی 6 تمرین نظافتی. در حقیقت یوگا 6 تمرین نظافتی داره که یوگی یا کسی که داره یوگا کار کنه اینها بتونه این بدن جسمیشو، آنایمایا کوشا، بدن فیزیکیش که به نام آنایمایا کوشا نوشته میشه یا گفته میشه رو پاک بکنه. این 6 تا تمرینی که توی کریا گفته شده یک مختص سیستم تنفسی ماه، مربوط به دستگاه تنفسی ماه به نام جالانتی. در حقیقت نتی یک بوریه که من الان بخواهم گفتم آورد که انجامشم بدیم با هم، قوری نتی که 2 تا تمرین نتی ما داریم، یکیش هست جالا نتی، پاکسازی با قوری نتی، و یکیش هست سوترا نتی، تمیز کردن با یک سری نخها که از بینی رد میکنی و از دهان خارج میکنی که اون تو مرحله پیشرفته است، نیاز به آمادگی جسمی و توانی بالایی داره. در مورد اون بیشتر صحبت نخواهیم کرد، بیشتر در مورد این قورینتی صحبت خواهیم کرد. تکنیک جالانتی یکی از تکنیک های شاد کارما. کریا میگه اگر تو هر روز با این قوری این سیستم تنفسی تو شستشو بدی، یعنی محفظه بینی، سینوس های پیشانی و ته حلق، اگر بتونی اینها رو همیشه نظافت کنی و تمیز کنی، همه آلودگی ها، باکتری ها، ویروس ها و همه عوامل بیرونی که باعث امراض درونتون میشه رو میتونی پاک کنی. از که هم با قدمت چند هزار ساله از این تکنیک فقط مربوط به کرونا نمیشه، ولی میشه ازش بهره گرفت. حالا با چی تمیز کنم؟ اینو دیگه هممون فکر کنم شنیدیم، هرچی میگندد نمکش میزنند. نمک، آب نمک، اگر ما بتونیم با آب نمک این مناطق رو بشوریم و شستشو بدیم، حتی اگر این ویروس با همه پروتکلایی که رعایت میکنیم، فاصله ها، ماسک، الکل، دستکش، باز ممکنه که وارد سیستم تنفسی من بشه. اگر وارد تنفس من بشه، اونم من میتونم از این تکنیک کمک بگیرم و این ویروس رو تمیز کنم و از بین ببرم. مقدار آب نمکی که درست میکنیم 1 گرم نمک در 1 لیتره. اگر این مقدار بستگی به آبی که تو منطقه ما هست، باید این آب کاملا مقطر و تمیز باشه و نمکمون هم بهتر نمک یوددار نباشه، نمک دریا و ساده باشه که حساسیت ایجاد نکنه. به خاطر همین برای شروع پیشنهاد من سرم های شستشوه،
که خیلی راحت با خیال راحت شما میتونید از داروخونه تهیه کنید، قیمتی هم نداره، یه لیترش دوربر 5000 تومنه و اگر شما درست استفاده کنید یه لیترش نزدیک برای یک ماه میبینه، یعنی هزینه ای واقعا نداره. این قرینتی هم هزینه ای نداره، 15 تومنه که هم ما تو باشگاه داریم هم توی گالری سبز که گلناز زحمتشو میکشه توی تهران. جای دیگه غیر از تهران هم باشین، ما هم شهر بابک باشگاهمون هست میتونین بگیرید. غیر از این هم باشین خرید کنین، هم از طریق سایت میتونین خرید کنین، هم از طریق پیجمون که دست گلناز گالری آسایش که توی همین گروه هم بگردین هستش و حالا پیجش و گلناز آخر خواستین تو لایو هم اعلام میکنه. خرید کنین و استفاده کنین. اینم مثل مسواک، و به نظر من از مسواک خیلی واجب تره که هر انسانی نیاز داره یکی از اینا داشته باشه. اگر سوالی داری به فرس گلناز نداری، من یه عملیش هم یاد بدم. سوال که نه در این رابطه نیست، شما عملیش رو یاد بدین که بعد بریم سر سوال. خب میریم سر کار اصلی. ما میخوایم اینو از یه طرف وارد کنیم بیاد سینوس ها که دوتا حفره بینی به هم وصله رو رد کنه بشوره و از حفره دیگه بیاد بیرون. این دوتا جا داره قوری روش، دوتا جای انگشت داره که میتونید با دوتا انگشت اینو بگیرید. بعد از این سرم حدودا نصف این بریزیم برای یک دفعه کافیه، نصف قوری برای یک بار کفایت میکنه. خب بعد دوربینو من بچرخونم که منو ببینید، اینجوری باعث میشه حیات ما رو هم ببینین، حوض ما رو هم ببینین اینجا، بس اینو تنظیم بح بح کنم بچه‌ها. هیچ دیگه اون وقت همه بلند میشیم راه میفتیم میریم شهر بابک. دوستان لایف سیف میشه، حتما حتما سیف میشه. بله خب یه لحظه من صدام مثل این که قطع شد. الان نه صداتون صدا هستش شما؟ آقای آسایش. بله بله صداتون بازه. هست. ببین من دور شد چون بکنم هستیم هست. یکم ضعیف شد صداتون. دور میشم صدام میره درسته؟ آره آره ضعیف میشه. الان بس میشه، الان فکر کنم بس شد. خوبه اوکی. نه بازم قطع کنه، یه لحظه ببخش. ما داریم صداتونو. آره توی گوشیه، من اگه دورشم میخوام یادتون بده. جان آقای آسایش توی آقای آسایش ارتباطشون با ما قطع شد. آقای آسایش تصویر آقای آسایش رفت، الان دوباره وصل میشم، مشکل نیست. دوستان سوالاتتون رو جواب میدم، لایف حتما سیو میشه توی صفحه یوگا اندرلاین آسایش، در واقع اونجا ذخیره میشه، میتونید که سوالاتتون هم همونجا بپرسین. عرضم به خدمتتون راجع به قرینتی هم میتونید از باشگاه آقای آسایش که در شهر بابک هست حضوری خرید کنید و هم میتونید از گالری سبز یوگا آسایش به شکل اینترنتی خرید کنید. قیمتش هم خیلی مناسبه و همونجور که دارین میبینید بسیار کاربردیه. عرضم به خدمتتون دیگه چی پرسیدن؟ راجع به افسردگی هم که آقای آسایش کامل توضیح داد. توی تهران باشگاه نداریم فعلا عزیزم، اما بسیار اتفاقات خوبی پیش رو داریم که مثل یه باشگاه میتونه کنار شما باشه. اما الان کلاس های آنلاینمون
به صورت دو طرفه هست، یعنی که مربی میتونه شما رو چک کنه، ایراداتتون رو ببینه، بگه بهتون و بسیار با کیفیت هست. شما میتونید یک جلسه رایگان شرکت کنین، اگر دوست داشتین بعد میتونید ثبت نام کنید، ما میتونیم شما رو یک جلسه مهمان کنیم. چند منظورتون هزینه کلاس ها هست عزیزم؟ خانم فاطمه آقای اصلی، شما دوستان آقای استایش الان جوین میشن به ما. پس دوستانی که میخوان کلاس در واقع کلاس دوست دارن بعد شرکت کنن، بعد ثبت نام کنن، از اینجا ما همه رو دعوت میکنیم به یک روز مهمان ما بودن در کلاس های یوگای آنلاین. آقای استایش آقای آسایش عزیز، خب از گلناز به آقای آسایش هستی؟ سلام، خوبی؟ الان من هستم، صدا و تصویرمو داریم؟ بله بله داریم، بفرمایید در خدمتی. ببینید، برای این کار بشینید، یه حالت چهارزانو که بشینید روی زمین، چونه رو نزدیک حفره گلو کنید و بچرخونید سمت آسمون. این گودی رو بزنید یه سمت بینی و میاریم بالا، دهان رو باز میکنید و تنفس از ناحیه دهان انجام، اینی کاری ندارید، تنفس از ناحیه دهان بزنید توی بینی، دهان باز و فقط قوری رو بلند میکنید، هیچ کار دیگه لازم نیست کنید، فقط قوری رو بلند میکنید. نگاه کنید، دیدی از یه بینی رفت، از سینی بله. سرخیل و از حفره دیگه اومد پایین، مشخص بود توی دوربین. بله بعد بله که انجام دادین سمت دیگه، نه بذارید من انجام بدم، از سمت دیگه هم انجام میدید، چونه رو نزدیک میکنید، میچرخونید، میذارید توی بینی، فقط قوری رو بلند میکنید، هیچ کاری دیگه لازم نیست بکنید، دهان رو باز میکنید، نفس میکشید. و همین راحت. یکم سخته آقای آسایش واقعا. این میشه سینوس ها رو تمیز میکنه. آره، برای اول ها به خاطر گرفتگی ها ممکنه انقدری که الان میبینین نیا، چون این کار هر روز بنده است، سال هاست این کار انجام میدم، این سینوس کاملا تمیز بازه، تو باز میریزی از این آنی میاد بیرون. برای اول ها ممکنه بر اثر عفونت هایی که توی سینوس هاتون هست این نیاد، یا بیاد گیر کنه از همین بر برگرده، ولی بر اثر ممارست و پیوستگی این اتفاق خواهد افتاد. فقط با پیوستگی داشته باشین و انجام بدین، هیچ اذیتی نداره اگر با سرم انجام بدین، اگر خودتون آب نمک درست کنین، اگر درصد نمک کاهش پیدا کنه و یا افزایش پیدا کنه اذیتتون میکنه، پس بهتر شروع حتما از سرم استفاده کنید. و یه قسمت دیگه باقی میمونه، همونطور که از خدمتون حفره‌های روده هوا، سینوس ها قسمت های مهمیه که باید پاک بشه. یه قسمت تاریک دیگه هم ما داریم، هم نمناکه هم تاریکه، پشت حلق. ما اگر آب نمک رو قرقره کنی کل ده تمیز میکنه تا حلق، بسر اون زمان کوچک اونجاست، موقعی که شما داریم غذا میخوریم به بنده که غذا وارد نای نشه، اون نمیذاره پشت اون شسته بشه، از طریق بینی هم که شود این سینوس ها میشود، پس پشت اون زبانه باقی میمونه و اونم باید
با همین آب نمک و این سرم شستشو شسته بشه. برای اون چی کار میکنیم؟ این یک کم سخته، باید بینی و سرم بریم بالا و همون صورت قوری رو میگیریم، آب وارد بینی میشه، میره ته حلق، یه حالت آروغ میزنید و اجازه میدین که برگرده. این در حقیقت دریچه زبان به سمت داخله، شما باعث میشه این که به سمت داخل باز بشه و این آب از دهان خارج بشه، ولی این کاملا تزول منطقه شسته شده. اینم انجام بدم ببینی، دهان باز میگیرم بالا، کاملا برگرد. شاید اولو یکم حالت تهوع به شما دست بده چون دفعه اولتونه، ولی به مرور عادت میکنین و به عنوان یک کار نظافتی انجامش میدین. چند تا نکته بعد از اینکه انجامش دادین، دو تا بینی و سر رو شستین، خم میشین، سر رو رها میکنین، بدن رو به راست و چپ تکون میدین، 30 ثانیه تو اینجا مکس میکنین که اگر آبی باقی مونده خارج بشه. اگر خارج نشه آسیبی به شما وارد نخواهد کرد، ولی بهتره که خارج بشه تا نمور نباشه این مناطق. بعد اینکه اینو انجام دادیم، یه دستمال الان به من بده الهه جان، من دوربین رو به اون ور نمیدونم هستن یا نه، من بذار بیام رو به رو دیگه، بقیه شو این ور بگم. میتونی دوربین رو بزنی برگرد سمت خودم؟ نه چرا؟ من خودمو نمیبینم. یه دایره بالای صفحه هست کنار اون علامت شکلک، اونو بزنید از برمیگرده آره. دوربین به سمت خودتون. آره درست شد. اوکی. یه لحظه. خب یه قسمت درسمون باقی موند، اینم بگم خدمتتون. ای وای من، یه قسمت دیگه درسمون بعد از اینکه اینها رو تمیز کردی، شستشو دادی، نمک حالت خشکی ایجاد میکنه. چون نمک دیگه باعث خشکی میشه، مثل کویرا دیدیم به خاطر نمکش زمین انقدر خشکه و اینجا هم داره خشکی ایجاد میکنه. برای اینکه این خشکی رو برطرف کنین، مقداری روغن، حالا این روغن بستگی به فصل داره، فصل های گرم که الان داریم میریم سمت تابستان، روغن هایی مثل روغن نارگیل، و اگه زمستان باشه روغن هایی مثل کنجد که تب گرم پیدا دارن، توی ظرف میریزین، با انگشت کوچیکتون رو با این روغن آغشته میکنین، حفره های بینی رو مرطوب میکنید، در حقیقت روغن کاری میکنید و انتهاش هم روی سینوس ها و بینی رو هم چرب میکنید. کاری که این روغن میکنه باعث میشه که هم خشکی توی مخاط بینی و تنفسی ایجاد نشه و همین یه حالت لغزندی تنفس به راحتی انجام بشه. پس شو سه تا مرحله جمع‌بندی میکنم صحبتمو. یک، شستشو با قورینتی با آب نمک سرم شستشو. دو، سر و رها میکنیم، تخلیه باقی مانده. سه، با روغن خنک مثل روغن نارگیل از الان به بعد و گرم کنجد زمستان ها مناطق بینی، روی بینی و پیشانی رو چرب کنید. اینا لحاظه بدنیه. درود بر شما، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار ممنون. نماسته آقای آسایش عزیز، ممنون از اینکه انقدر صادقانه، انقدر خالصانه توضیح میدید و انقدر از صمیم قلبتون واقعا انرژی میذارید. من به شخصه از تمام شما ممنونم، از شما، از الهه عزیز که همواره کنارتون هست، خیلی تشکر میکنم. بهتره دیگه بریم سر خبر خیلی خوشایندی که قرار بود توی لایو امروز به دوستان عزیز بدیم بابت ترم جدید، اتفاقات خیلی خوبی که قراره بیفته توی ترم جدید. دیگه بیش از این منتظرشون نذاریم.
بله، چقدرم خوب. ببینید، بخوام اینو بگم، خب من دوست داشتم خود الهام بگه و خودش هم خیلی دوست داشته و خیلی هیجان داشت. اله داریم سپرایزمونو میگیم، میخوایی بشه من بشینی؟ دوست من داری بگیم. خب. کاری که انجام بدیم و میخوایم توضیح بدیم که چه سپرایزی واسه بچه ها داریم. امیدوارم انقدر که خود ما رو هیجان داده کرده به همون نسبت برای شما هم خوشایند و مثمر ثمر واقع بشه. ببینید، پس ما صحبت کردیم که آسانا، تمرینات بدنی و همینطور پرانایاما، تغذیه صحیح. یکی از بچه ها من تو کامنت خوندم گفته بود مدیتیشن و خیلی موارد دیگه چقدر میتونه کمک کنه به اینکه بتونیم حال و هوامونو بهتر بکنیم. ما از زمانی که کرونا اتفاق افتاد، یعنی پارسال از فروردین، که در پی این بودیم که کلاس ها رو به صورت آنلاین بذاریم، حالا که محدودیت هست، و این اتفاق خوشایند باعث شد دوستای خیلی بیشتری که توی سراسر ایران و حتی سراسر دنیا توی کلاس ما هستن و ما نسبت بهشون ارادت داریم و اونا لطف دارن نسبت به ما، بتونن تو کلاس های ما شرکت کنن. اول که کلاس ها رو گذاشتیم، از اکانت های ایرانی استفاده کردیم، از اپلیکیشن های ایرانی، و یه ضعف این اپلیکیشن ها داشت و ضعفش این بود که ارتباط به صورت صوتی بود یا اپلیکیشن بود که مثل الان که اینستاگرام هستیم یک طرفه بود، یعنی فقط بچه ها ما رو می دیدن، ما هیچ دسترسی به اونها علاوه تصویر نداشتیم که ببینیم آیا تمرین رو درست انجام میدن یا نه. که خیلی پیش رو گرفتیم که چجوری ما میتونیم یک نرم افزاری رو پیدا کنیم که بتونیم ارتباط تصویری دو طرفه داشته باشیم، که خدا رو شکر یه اپلیکیشن امریکایی خوب پیدا کردیم به نام زوم، که باعث شد که ما ارتباط صوتی و تصویری دو طرفه رو داشته باشیم و بتونیم شاگردا رو ببینیم همونطور که اونها ما رو میبینن درس میدیم، اگر اشتباهی دارن انجام میدن چکشون کنیم و اصلاحشون کنیم. و از همون پارسال که کلاس ها رو گذاشتیم، خیلی از بچه ها به خاطر ساعت هایی که درخواست متنوع داشت، بعضی از بچه ها که ایران بودن یه ساعت میخواستن، برای مثل آلمان و هلند و سوئد بودن شرکت میکردن، ساعت های کشورها فرق داشت، ساعت های دیگه میخواستن، یا بعضی از بچه های ایرانی خودمون بنا به شغلشون فرصتی که دارن ساعت های مختلف میخواستن، و مطمئنا ما توان اونقدر بالایی نداشتیم که همه این ساعت ها رو بتونیم پر کنیم، و درخواست کلاس های ضبط شد ما میکردن که این فیلم ها رو ضبط کنیم و ضبط شده بهشون بدیم. و خب ضبط شده ها ایرادی که داشت اینه که فقط این ویدیو بود، اون انرژی که تو کلاس هست و نداره، و علاوه بر اون، اون فضایی که میتونه اصلاح بکنه رو نداره. به خاطر همین ما خیلی امتناع میکردیم از این موضوع که بخوایم به اینها ویدیو مرده، من اسمشو میذارم، بدیم، چون فقط یه فیلم مرده بود در حقیقت اون، و اون انرژی که باید باشه را نداشت. و اما خبر خوبمون، سورپرایزمون اینه که صدا رفت. صدا رو ندارم. خب من صدا رو ندارم، بس خداحافظی میکنم ازتون. سورپرایزمون اینه که از ترم جدید که از فردا شروع میشه، کلاس های 1400، تمام کلاس ها ضبط میشه، توی سایت قرار میگیره و شما میتونید از سایت به تمام کلاس هایی که تشکیل شده دسترسی پیدا کنید. حسن هایی که داره چیه؟ حسنش اینه که شما امروز میایین سر کلاس، میبینین که دیرتون شده، دیگه حول و ولای دیر اومدن نمیرسم ندارین، این کلاس ضبطه و شما میتونین هر وقت رسیدین وارد سایت بشین و این کلاس رو پلی کنید. دومین حسنی که داره چیه؟ اینه که شما اگر یک جلسه رو از دست بدی و دیرتر بیای، کلا سفری بری، شما اینو کاملا ضبط شده هست، میتونی بیای قبل کلاست پلی کنی، انجام بدی
و اگر سوالی داشتی جلسه بعد بپرسی. حسن سوم بهتر از این دیگه چی میشه؟ داست شرکت میکنی؟ هر روز هفته هر ساعتی که دلتون میاد میتونین وارد سایت بشین، نه یک جلسه، تمام جلساتی که آماده شده از اول تا الان. مثلا شما اواخر ترم هستین و وارد کلاس میشین، میبینی مثلا یک اتفاقایی افتاده، دوست داری مرور کنی از تکنیک های جلسه اول تا 15 این 15 تا آسانا ضبط شده و شما میتونی هر کدومو بنا به توان بدنیت انتخاب کنی، پلی کنی و همزمان انجام بدی. و اگر سوالی داشتی کلاس بعدی که آنلاین هستی بپرسی، چون با ما یه کلاس آنلاین داریم. در حقیقت این چیزی که بیش از ظرفیتی که تعهدی که ما داشتیم انجام میدیم اینه که علاوه بر اون دوتا کلاس آنلاینی که شما شرکت میکنید، تمام کلاس های قبلی که شرکت کردید ضبط شده است و شما میتونید تا آخر دوره، تا آخر ترمی که داخلش هستید از اونها بهره بگیرید و استفاده کنید. و با این حال میتونید، خیلی از بچه ها میگفتن ما خونه تمرین ها یادمون میره، متوجه نیستیم، ما بهشون جزوه میدیم و همچنان این جزوه رو خواهیم داشت. و خیلی از بچه ها میگن جزوه رو خوب متوجه نمیشیم. علاوه بر اون جزوهه، شما تمام کلاس های آموزشی رو دارین و میتونین از تک تکش بهره بگیرین، استفاده کنین و روزی 4-5 بار یوگا کنین. مثلا جمعه صبح زود پا شدی میتونین بده کنی، مثلا سر ظهر بین های متر میتونی استفاده کنی، آخر شب محدودیت زمان. خیلی عالی، خیلی عالی. این کلاس ها بله، و یک حسنی که این کلاس ها نسبت به کلاس های آفلاین دیگه داره چیه؟ شما وقتی یک کلاس آفلاینی شرکت کنی، خب اون مربی، اون استاد رو نمیشناسی، فقط ویدیوشو دیدی و هیچ دسترسی بهش نداری، آفلاینه. ولی اینجا شما فیلم هایی داری که خودتون کلاس هستی و با اون مربی تمرین میکنی، کاملا فضای کلاس رو میشناسی و اون مربی توی دو تا تایم در هفته، دو روز در هفته در دسترس توه که تو باش آسانا میکنی و میتونی سوالاتت اونجا بپرسی و بهره ببری. شاید جز اولین سایت یا گروه هایی هستیم که ما این فرم میخواییم کلاس بذاریم. تا امروز تمام کلاس هایی که من میدیدم همه جا هست به دو صورته، یا آنلاینه که فقط شما اون ساعت خاص میتونی آنلاین انجام بدی، یا آفلاینه که به صورت ویدیو یا پست برات میفرستن، یا به صورت یک طرف هست. ما شاید جز اولین ها باشیم که امیدوارم همکارای دیگه هم بهره بگیرن، چرا که نه، اونا هم هزینه کنن، وقت بذارن، این شرایط رو فراهم کنن برای پرتجوهاشون که همزمان هم آفلاین هم آنلاین خدمات به پرتجوها بدی. به به به، خیلی هم عالی آقای یاسایش عزیز، بسیار خبر خوشحال کننده ای بود، دوستان خیلی خوشحال شدن همه و تشکر میکنن از شما. امیدوارم که نور و عشق و برکتش تو زندگیتون جاری باشه همچنان و سایه شما بر سر پرتوجویان و یوگا بمونه همیشه همیشه. خب فکر میکنم زمانمون خیلی کوتاه آقای یاسایش عزیز. من حقیقتش البته قبل از این که اینو بگم، شما نبودین گفتم به دوستان، کسانی که خیلی براشون سوال بودش که کلاس یوگا آنلاین چقدر میتونه مفید باشه، یعنی اندازه تأثیرش مثل کلاس حضوری میتونه باشه یا نه. من از با اجازه شما اعلام کردم که میتونن یک جلسه در واقع مهمان ما باشن توی کلاس های آنلاین، اگر دیدن با اون چی که تو ذهنشون هست در واقع یکسان هست شرکت کنن و ثبت نام کنن. به هر حال همه رو من اینجا مهمان دعوت کردم از طرف مجموعه آسایش. کار خوبی کردی، چرا که نه، چرا که نه، حتما تشریف بیارن. و معمولا میگن ما فقط داریم میگیم و خیلی از بچه ها میگن ماست من نمیگه ماست من ترشه،
ولی شما میتونید یک روز تشریف بیارین تو کلاس ما شرکت کنین. تمام ریز به ریز نکات آموزش داده میشه، تک تک بچه ها چک میشن و اینو بهتره که خودتون تجربه کنید، چون بقیهش میشه گفتار. حتما تشریف بیارین یه جلسه به عنوان مهمان استفاده کنید و اگر دیدین که بهره بردین چرا که نه استفاده کنید. فقط من یه موردم گلنار جان در مورد پرانایا بگم. خیلی از دوستان پرانایامو که تمرینای تنفسیه و خیلی ما تو گروه در موردش داریم صحبت میکنیم، اینکه سر ساعتش که نمیرسیم چی کار کنیم، این خبرم بدم که دوره پرانایام هم به همین شکله. یعنی تمام دوره‌هایی که آموزش داده میشه ضبط میشه و در دسترس بچه‌هایی که تو دوره هستن قرار میگیره که هم میتونن از این بهره ببرن، استفاده کنن اگر نرسیدن، هم در طول مدت دوره‌ای که مقدماتی و متوسطش 2 ماه هست در دسترسشونه که اگر یک جای مطلب رو متوجه نشدن برگردن عقب و اون ویدیو رو بذارن، پلی کنن و ازش بهره ببرن. بچه های پرانایاما و هر دوره‌ای که از این به بعد توی پیج ما باشه، توی باشگاه ما باشه، همش این آپشن رو خواهد داشت. بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. آقای اسدش عزیز، چون که این جانب. توی سایت در دسترسشونه. عرض کردم که اعلام میکنه که بچه‌هایی که اینها این فیلم ها برای بچه‌هایی که کلاس آنلاین شرکت میکنن، یعنی جزو این کلاس هستن، بله. اونها وارد یک سایتی میشن، ما آیدیشو بهشون میدیم، وارد سایت میشن و طریق سایت در دسترسشون خواهد بود. درسته. ثبت نام پرانایاما هم که شروع شده همینجا اعلام میکنیم خدمت دوستان، کسانی که میخوان بهره ببرن از کلاس ها در خدمتشون هستیم. با این شرایط جدید که آقای آسایش توضیح دادن بسیار عالی هست و قطعا تأثیر 2 برابر خواهد داشت دوره پرانایاما توی فصل بهار. آقای آسایش عزیز، جمع‌بندی کنیم لطفا که بتونم 1 ساعت ببندمش که بتونیم راحت تر سیوش کنیم. من حقیقتش با دعای جهانی یوگا شروع کردم جلسه رو. دوست دارم که شما هم انتها با یک شواستانه خیلی مختصر مفید که دوستان یه ذره به آرامش برسن جلسه رو پایان ببرید. چند دقیقه به من بگین که من اینو انجام، یعنی به حالت شواستانه درازکش باشه، چند دقیقه شو به من بگی من یهو به هم فل بداهه گفتی 4 تا 5 دقیقه. آره 5 دقیقه. چشم، استارت هم بدین من بدون. خب خیلی هم عالی. پس بعد شواستانا فقط یک خداحافظی خواهیم داشت دیگه، درسته؟ بله بله. خب دوستان، هر کس بنا به شرایطی که داره اگر امکانش هست دراز بکشه به پشت، اگر کمر درد دارین کف پاها رو بذارین روی زمین، کمر درد نداریم کاملا پاها رها، دست و کنار بدن، کف دست رو به سقف، رو به آسمان اگر بیرون هستیم، حدود 20 سانت از بدن فاصله بدیم. اگر سر اذیت میکنه زیر سر متکایی بذاریم. و دوستانی که شرایط دراز کشیدن ندارن روی همون صندلی پاها رو آزاد بذارن، کاملا بدن رو روی اون صندلی رها بذارن و دستا آزاد، کف دست رو به بالا، چشم ها رو ببندیم، نرم و آرام تنفس شکمی انجام بدیم. دم شکم باد پر، بازدم شکم خالی، آرام بدون شتاب و پیوسته تنفس رو پیگیری کنید.
توجه رو بیاریم به کف پا. انگشتان پا تا مچ ریلکس. حجم ساق و تا زانوها و نهاده بذاریم. به لختی و وانهادگی رانها آگاه باشید تا لگم. هر دو پا رو یک جا احساس کنید و به یک بار رها بذارید. هر دو پا رها، هر دو پا رها. توجه رو بیم به ناف، سطح شکم تا پهلوها ریلکس. حجم قفسه سینه رو رها بذارید و شروع به وانهادگی سر تا سر بدن بکنید. توجه رو بیاریم به گردن، به سمت شانه ها بریم. بازوها تا آرنج ریلکس. ساعدها تا مچ وانهاده. توجه کنین به احساسی که توی کف دست ها موجوده. کف دست، پشت دست و بند به بند انگشتان رو از درون رها بذارید و آرامی از نوک انگشتان خارج بشید. هر دو دست رو یک جا احساس کنید و به یک بار رها کنید. هر دو دست رها، هر دو دست رها. توجه به اندام صورت، فک و لبها ریلکس. لختی گونه ها، رهای پلک ها روی چشم ها. انبساط پیشانی تا تاج سر. توجه رو بیارین به پیشانی بین دو ابرو و از اون ناحیه شاهد و نهادگی سر تا سر بدن باشین. رها کنین خودتون. آرام آرام توجه رو بیاریم به بدن، به صدا و نور موجود آگاه باشیم. یک دم و بازدم تعمدی. دوستانی که روی زمین دراز کشیدن، کف پا روی زمین به چرخن به نیمه راست، به کمک دستا با چشمان بسته ببینن. بچه‌ای که رو صندلی هم هستند خودشونو سرپا نگه دارم، بنشین عقابه، دست روی هم جلوی قفسه سینه. بابت تجربه این لحظه سپاسگزاریم. از هر کس که به هر نحوی بود این لحظه اینجا باشیم و این لحظه رو تجربه کنیم سپاسگزاری کنیم و از خداوند بابت حضورش توی زندگیمون سپاسگزاریم. دم، چشم و باز، سر بالا. نماسته. مرسی. از این میشه شواسانه داد. امیدوارم که مفید شد براتون.
سعی کنم. ما آوردم در متشکرم، بی نهایت لذت دادیم. بهره ببرید. آقای اساتید عزیز، اگر برای خدافظی حرف آخری هست بفرمایید. شاید آخرین صحبتم این بگم که باشگاه تخصصی یوگا آسایش شاید فقط اسمش برای منه. این فضا، این مجموعه باشگاه یا کلاس‌های آنلاین تعلق به همه است و در حقیقت قصد ما اینه که بتونیم این فرهنگ رو بین مردم ترویج بدیم و کمک کنیم یه مقدار راحت‌تر و آسوده‌تر باشن. به خاطر این فضای دونیشن رو گذاشتیم که هر کس بنا به توان مالیش پرداخت کنه. حتی اگر باز دوستی هست که تمایل داره تو این کلاس ها بیاد ولی توان مالیشو نداره، حتما ما حمایتش میکنیم تحت هر شرایطی. حتی اگر شده به صورت کاملا رایگان میتونه بیاد و از کلاس های ما بهره ببره و شادی و شعف و وارد زندگیش کنه. این حرف آخرم بود. خیلی ممنون، متشکر از بودنتون، از این همه عشقتون و امیدوارم که خیر و برکت و عشق باشه تو زندگیتون. ممنون از وقتی که گذاشتید آقای آسایش، ممنون از حال خوبی که به ما دادین و به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ همه بچه ها. به امید دیدار، حالا یا تو کلاس های آنلاین یا حضوری. باز ما اگه سوالی داشتین در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. نماست. خدا نگهدار. خدا. خدا.